اسلام دین دلیل هست و هر آنچه که در اسلام اومده یک دلیل عقلی درش هست. این دلیل عقلی حالا چه بحث این که انسان رسیده به این که این نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم نظر او خیلی واضح و آشکار هست، صادق هست، و یا اینکه احادیث و آیات خودش به عنوان یک دلیلی است، خودش یک دلیلی است. در بحث صدق و راستگویی رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی جالب هست. اینو میخوندم که جوانی میگفت که من بعد از دچار شک و تردید شدم و به الحاد روی آوردم. میگه این آیه قرآن وقتی شنیدم برای من خیلی بزرگ بود. انا کفیناک المستهزئین، اونهایی که از تو مسخره میکنن، تو رو به مسخره میگیرن، حسابشون با ما. میگه از زمانی که فرانسه شروع کرد و علناً با رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد جنگ شد، استهزا و مسخره از رسول الله، از مبارزه با قرآن، با دین، میگه الان مرتب نگاه میکنم بعد از این که رئیس جمهورشون اعلان کرد که اسلام دچار بحران هست در دنیا، میگه الان میبینم که این کشور بعد از این حرف مرتب دچار بحران‌های سنگینی شده، داخلی و خارجی، و به خصوص در بحران‌های خارجی اخیرشون، اون قراردادهایی که مثلا با استرالیا داشت لغو میشه، با سوئیس داشت لغو شده، ظاهرا این چیزی که من شنیدم و صحتش نمیدونم که با انگلستان هم یک سری قراردادهایی داشته لغو میشه در مورد واکسن کرونا. یک کشور دیگه هم یک قراردادی داشته لغوش میکنه. بحرانهایی که به وجود میاد، این وعده خداست، وعده‌ای که خدا داده. این پس صدق نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم میاره.